سرگذشت حضرت یحیی داریم در سوره مبارکه مریم هست که چگونه بوده است با پدر و مادرش. ببینیم صفحه لپتاپ و آیات با هم دیگه. یا یحیی خود الکتاب به قوه، ای یحیی کتاب را یعنی تورات را با قدرت بگیر. اخذ یعنی خب فهمش، فهم کتاب هست، با قوت یعنی با نیرو، با جد، با اجتهاد فهمی درست کتاب داشته باش. ای یحیی کتاب را با قدرت تمام بفهم، در پی فهم مراد کتاب باش. و آتیناه الحکم صبیه، و به او در از کودکی حکم دادیم. حکم در اینجا به معنی فهم درست و صحیح است. بر اساس اقوال بیشتر مفسرین این گونه است که حکم به معنای چیه؟ حکم به معنای فهم درست هست، فهم درست و صحیح هست. زیرا بر اساس این فهم درست اعتقاد درست میاد، بعد عمل درست میاد، عمل صالح میاد، عمل شایسته میاد، رفتار شایسته با مردم میاد. پس اینجا حکم به معنای نبوت نیست. حالا بعضی ها گفتن، ولی بیشتر مفسرین بر نتیجه را خب کودکیست نبوت بهش داده بشه و انبیا همه در سنی بهشون به نبوت رسیدن که سن رشد عقلیشون بوده. و همچنین بهشون دادیم حنانم من لدن، خیلی با عطوفت، با مهر و محبت بود. یعنی وقتی میفهمیم که از ما، از طرف ما، ما بهش دادیم، یعنی اینکه یک عطوفت خیلی بیشتری است. انسان بسیار رحیمی بودن و زکاتن بسیار پاکیزه بودن، انسان پاکی بودن. یعنی این چیزها ما بهش دادیم. و بعد میفرمان که وکان تقیین و برن به والدیه. دو صفت دیگر هم داشتن، یکی اینکه بسیار پرهیزگار بود و بعد در حق پدر و مادرش بسیار نیکوکار بود. و کانا تقیین و برن، خب اسم فاعل که اومده میخواد بگه که این صفتش بوده دیگه، این صفتش هست که تقی بوده، بر بوده، برن به والده، بسیار در حق پدر و مادرش خوب بوده، نافرمانی نمی کرده، احسان می کرده، برای پدر مادر دعا می کردن. بر بودن همین هست. و برم به والدی، در حق پدر و مادر بسیار خوش رفتار بودن. وقتی فرمان که انسان بسیار مهربانی بودن، رحیم بودن، بسیار انسان پاکی، اینا ما بهش دادیم، میگه که فهم کتاب، فهم توراتو از همون کودکی داشت، کوچکی داشت. و همچنین بهش دادیم، ما بهش دادیم که بسیار مهربان بود و همچنین پاکیزه بود، بهش دادیم پاکیزگی رو. و بعد بسیار پرهیزگار بود و بسیار در حق پدر و مادر خود خوبی میکرد. ولم یکن جبار ناصیا، انسان سرکشی نبود که به مردم ظلم کند و نافرمانی خدا کند. جبار یعنی که در رفتارش با مردم بخواد ظلم کند، سرکشی کند، بد زبان باشد، بد عمل باشد نسبت به دیگران، انسان پرخاشگری باشه، مردم ازش بترسن. و عصی هم نبود، عصی یا نافرمانی هم نمی کرد. پس اینجاست که یک چیز جالبی است که بعضی از علما برداشت کردن که هر کس ببینید که نسبت به پدر و مادر بد باشد جبار عصی است. امکان نداره کسی که خوب باشد، مهربان باشد، نسبت به پدر و مادر بد باشد. اگه دیدید نسبت به پدر و مادر بد هست، پس انسان جبار هست. جبار بودن یعنی اینکه در حق پدر و مادر هم بد هست، سرکش هست. پس این در مورد یحیی علیه السلام.
که نبی خداست و اینگونه داره با پدر و مادر خود رفتار میکند. رفتار فرزندی که نبیست الان با پدری که نبیست. در سرگذشت ابراهیم دیدیم که فرزند نبیست، پدر کافر هست. در سرگذشت نوح میخونیم که پدر نبی هست، فرزند و همسر کافر هستند. و ارتباطی که هست، رابطه‌ای که هست، احترامی که نسبت به حالا پدر هست، به فرزند هست، مهر و محبتی که هست، چه وقتی امکان داره طرف فرزند خودش به خاطر حالا بیمانیش کفش بخواد از خونه بیرون کنه، فرزندی کلو عزت آزاری نمیرسونه، فقط ایمان نداره. مثلا نوح علیه السلام چقدر تلاش کرد در مورد فرزندش، چقدر با او صحبت کرد، بیا پسرم بیا با ما سوار شو، و بعد هم دعا کرد که خدای تو به من وعده دادی که خانواده تو نجات میدم، پسرم هم از جمله خانواده هم هست. که خدا فرمود که نه، این از جمله خانواده تو نیست دیگه. ابراهیم علیه السلام پدرش با شکار رفتن و براش دعا کردن، مگر بعد از این که دیگه براش آشکار شد که عداوتش و دشمنیش عدو لله، دشمن خداست، این که دشمن خودش هست، دشمن خداست، اینجا بود که دیگه دست از دعا کردن برای او کشید.